تظاهرات اعتراضی در خوزستان علیه گران کردن ناگهانی قیمت بنزین. مردم اهواز، خرمشهر، اندیمش، دسپول و ماهشهر با آتش زدن لاستیک خیابانها و جاده ها را مسدود کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. جوانان شورشی جاده های اهواز اندیمش و شوشتر دسپول را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند. خانم مریم رجبی با درود به مردم به پا خواسته خوزستان از عموم جوانان خواست به صفوف معترضان بپیوندند و تأکید کرد این تنها راه خلاصی از گرانی و فقر و تورم و فجایعی است که حکومت آخوندی به ارمغان آورده است. سه برابر کردن قیمت سوخت توسط رژیم آخوندی، خشم و نارضایتی فراگیر مردمی و چشمنداز گرانی باز هم بیشتر کالاهای ضروری. آقا ملت اعتراض کردن، بنزین 3 تومنه، اینجا صف کشیدن، قرار هیچ کی بنزین نزنه. بنزین ماشین از ما خاموش کنیم وسط خیابون. انزجار عمومی از دعاوی دجالگرانه آخوند روحانی. ترس و وحشت رژیم در جمعه بازار ولایت در تهران. آخوند امامی کاشانی: نباید حالا که بنزین گران شد بحران درست کنن. پس فران چیزم گران، فران چیزم پیران، فران چیزم گران و بعد بحران درست کنن. ماجرای دشخیم بازداشت شده در سوئد. اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران. جنگ گورکا و شو اطلاعات آخوندها برای سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک. خلعیت از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری، لازمه ی هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از زد و بند است. اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد. سخنرانی‌های نمایندگان کشورها در حمایت از 66مین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی. خانم مریم رجبی: مسئولیت سردمداران رژیم آخوندی باید پایان یابد و سردمدارانش به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شود. سخنان نماینده کانادا: تأکید بر نگرانی جامعه جهانی از استفاده سیستماتیک رژیم ایران از شکنجه، دستگیری‌های خودسرانه و اعدام نوجوانان و نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی. We did so again this past Friday in Geneva alongside many other member states. سخنان نماینده آمریکا: این قطعنامه استفاده از زور علیه معترضان و مرگ‌های مشکوک در بازداشت و وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران را برجسته می‌سازد. Human rights and fundamental freedoms despite its treaty obligations and public pledges. This important resolution highlights the persecution and targeting of individuals. برآشفتگی نماینده فاشیسم دینی حاکم بر ایران در اجلاس کمیته سوم از محکومیت جنایات رژیم آخوندی در قطعنامه کمیته مجمع عمومی ملل متحد. واکنش قیزالود سخنگوی وزارت خارجه رژیم پس از تصویب قطعنامه محکومیت رژیم. قیام مردم عراق و استمرار تظاهرات در خیابان‌ها و میادین. درگیری‌های خونین در بغداد، در کانون نبرد، در میدان خلانی و پل سنک. تظاهرات مردم فلوجه و حمایت از خواسته‌های انقلابیون در میدان تحریر. میدان تحریر بغداد، خشم و شورش علیه دخالت‌های جنایتکارانه و فرقه‌گرایانه رژیم آخوندی و دشخیم خامنه‌ای پاسدار قاسم سلیمانی با استفاده از فرصت مسابقه فوتبال. شعار تیم ملی عراق: سنی و شیعه برادری، این وطن را نمی فروشی. وطن من بیعه.
اسکای نیوز. حمایت آیت الله سیستانی از تظاهرات مردم، محکومیت تعرض به تظاهر کنندگان اعم از کشتار، ربودن یا ارعاب آنها. به هیچ طرف خارجی نباید اجازه دخالت داد. هیل، نشریه کنگره آمریکا. ایالات متحده آمریکا باید از تظاهرات جاری در عراق و لبنان علیه حکومت ایران حمایت کند. افشای پولهای کلانی که رژیم از کیسه مردم ایران برای حزب الشیطان و شبه نظامیانش در کشورهای منطقه و دیکتاتور سوریه هزینه می کند. تظاهر کنندگان در ایران شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن سر می دهند. وزیر خارجه آمریکا: با رفتار بی ثبات کننده رژیم ایران مقابله خواهیم کرد. آمریکا: محکومیت یک دلال رژیم آخوندی به جرم نقض تحریم ها. شلیک پاسداران جنایتکار خامنه ای به کولبران زحمتکش کرد در منطقه پیرانشهر. قتل یک کولبر و مجروح شدن 4 کولبر دیگر.